بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهربانترین مهربانان سلام و درود داریم با حضور ارزشمند تک تک شما بینندگان عالی قدر که بیننده برنامه روشنا هستین از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری. روز شما بخیر و نیکی، انشاءالله که خوب و صحتمند باشین و امروز هم با هم هستیم و قرار است از امروز راجع به موضوع شناخت نسل نو و هم صحبت‌های داشته باشیم. همه ما این دغدغه را داریم به عنوان پدر و مادر که فرزندان ما که حالا از نسل ما نیستن و یک نسل نو جدید را تشکیل میدن با هنجارها و ارزش‌های مختلف و برداشت هایی که از هنجارهای حاکم بر جامعه دارن، چطور با اونها رفتار کنیم که بتانیم یک شکافی را که حاصل همو تفاوت نسل ها هست پر کنیم، که دست این تفاوت ها هم دستخوش همو تفاوت هایی است که در پیشرفت های ارتباطات، تکنولوژی و همچنین گسترش اطلاعاتی که امروزه رخ داده بین ما و تفاوت هایی که بین ما بوده با نسل های گذشته با نسل های آینده را میتونه که دستخوش او باشه و همه ما دغدغه‌مند هستیم راجع به او که چطور بتونیم نسل نو بشناسیم، نسل نو کی هستن، چه نوع ارزش ها و هنجارهایی را دارن که باید اونها شناخته بشه و چی فایده داره که ما بتونیم آشنایی پیدا کنیم با نسل نو جامعه و شکافی را که حاصل میشه به خاطر این تفاوت نسل بین ما پدر و مادر و فرزند ما، او را چطور پر کنیم. با ما همراه باشین. امروز در خدمت سکا خانم فتحی هستیم، کارشناس محترم برنامه ما. سلام خانم فتحی، خوش آمدیم به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. سلامت باشید. امید که مباحث پیش رو مورد استفاده عزیزان قرار بگیرد. همونطوری که شما فرمودید، ما در مورد نسل نو شناختشان و در نتیجه این شناخت به تعاملی که با آنها میتوانیم داشته باشیم میخواییم بپردازیم. بله، در نخست بیاییم خانم فتحی بر ما بگیم که نسل نو و کی میگیم و چقدر فاصله هست بین نسل گذشته و نسل نو. آیا ما که به محضه ای که یک پدر و مادر شدم با فرزند خود به عنوان ایست که از دو نسل متفاوت هستیم، یا نه یک تعریف ها و شاخص های مشخص دارد نسل نو که باید اول با او آگاهی داشته باشیم تا بتوانیم به یک نفر بگیم که از نظر نسلی با ما متفاوت است؟ بله، قطعا نسل نو ویژگی های افکاری که دارن، برداشت هایی که در نوع بینش اونها، گرایش اونها نسبت به ارزش ها که حاکم در جامعه هست متفاوت است. ما انشاءالله در مورد ویژگی نسل نو، اون خصوصیات افکاری که دارن صحبت خواهیم کرد. و مقدمتا خدمت عزیزان عرض بکنم که کسانی که در حوزه پژوهش نسل نو هستند، یعنی یک عده از افراد وجود دارند که اینها کارشان آینده پژوهی است، یعنی مطالعه میکنند در مورد نسل ها و از این مطالعه که به دست میارن در مورد نسلی که در اون قرار داریم یا نسل آینده ای که میآیه پیش بینی میکنن و میگوین که اینها چی افراد خواهد بود. پس میبینیم که ما در گذشته بسیار پیشرفت های انسان داشته، یعنی وقتی از انقلاب صنعتی یاد میکنیم، اولا عرض کنم که وقتی ما از انقلاب یاد میکنیم، انقلاب یعنی دگرگونی، یعنی بله، تحول. وقتی میگیم انقلاب صنعتی، یعنی اون پیشرفت ها، اون اختراعاتی که در دست بشر قرار گرفت و موجب شد که بشر رشد بکنه و تکامل برسه. بله، بله. و این تحولات است که باعث میشه که خب اگر صنعت پیشرفت بکنه در جامعه هم تحولات ایجاد میشه، در آموزش، در تعلیم و تربیت هم تحول ایجاد میشه. و این رابطه دو سویه است، یک چیز بدیهی و بسیار روشن است از بدیهیات است که خب علم چون پیشرفت کرده، درست است، صنایع هم پیشرفت های هم در این زمینه هم وجود داره، پس رابطه تقابلی است. خب در اینجا باعث شد که
انقلاب های صورت بگیره و ما 3 تا انقلاب صنعتی داشتیم. اگر خلاصه عرض کنم که انقلاب اول را میگن انقلابی که در اون صنایع ماشینی، یعنی عصری بود که ماشین آلات تولید شد و در خدمت بشر قرار گرفت. به عنوان مثال، مثلا زمانی که بشر کشاورزی میکرد، یک زمین را شخم میزد، میخواست کاشت بکنه، برداشت داشته باشه، با دست خودشی کار انجام میداد، بسیار با ابزار ابتدایی انجام میداد. اما وقتی که عصر شد که انسان به این علم رسید و تولید کرد ماشین آلات را، در خدمت کشاورزی قرار گرفت و توسط ماشین آلات این کار امروز صورت میگیره و هر روز هم پیشرفت میکنه. بعد میبینیم در عصر بعد این یک عصر دیگه هست که عصر تولید علم هست. علم بشر، همون علم به عنوان با معنای ساینس، پیشرفت میکنه. خب وقت علم پیشرفت میکنه، طبعا تولیدها و صنایع بیشتر به وجود میان. و امروزه ما در سومین انقلاب صنعتی به سر میبریم، انقلاب دیجیتال است. یعنی یک انسان در خانه نشسته و با ابزارهای ارتباطی که در دست داره بسیار از کارها رو میتونه انجام بده. خب نسل نو حاصل این بازده زمانی است. شاید به نسبت ما هم اون عصر درک کردیم، اما امکاناتی که در زمان ما بوده کمتر بوده. هرچی این زودتر میاییم، این ابزار آلات بیشتر میشه و در خدمت بشر قرار میگیره. و بعضی میگن ما شاید در انقلاب 4 صنعتی به سر میبریم و بسیار پیشرفت هایی که انسان از قبل اینها دارد. خب پس میبینیم که هم در تجارت ما، هم در کشاورزی ما و در کل در جوامع بشری تغییر و تکامل صورت گرفتن. دقیقاً بله. این تحولات خب یکی از شاید بگویم اثرات خوبش، ما نمیخوایم تفاوت بین نسل ها را بگوییم چیز بدی هست، چیز خوبی هست. نوع استفاده ما، نوع برخورد ما میخواه این را نشان بدم. تفاوت نسل ها باعث شده این تحول اجتماعی که صورت گرفته. خب این نسل که در امروز زندگی میکنه با نسل قبل خودش قطعا تفاوت های دارد. حالا این به لحاظ شناختی و افکاری هست که مد نظر ما همین مباحث است، چون ما نمیخوایم که تغییرات ظاهری را بحث بکنیم، ویژگی های ظاهری افراد را بحث بکنیم. منظور ما این است که نسل که امروز زندگی میکنه ویژگی های خلقی و او با نسل قبل تفاوت های دارد. اما خانم فتحی باید قبول داشته باشیم که نسل نو در مقایسه با همسن و سالانش در نسل گذشته آگاهی بیشتری داره، بلطف همو تکنولوژی و گسترش ارتباطاتی که ما و شما راجع به او صحبت کردیم و گفتیم که با حجم اطلاعات روبرو است و این امتیاز را نسل گذشته نداشت در چنین سنی. پس ما با یک نسل نو آگاه تر از خود در همین سن و سال در نسل گذشته روبرو هستیم و مهم است که این در به این موضوع آگاهی داشته باشیم که اگر ما در گذشته زیاد، چون زیاد از فامیل ها رو میبینیم که مثلا برش میگه بر جوان خود میگن که من همسن و سال تو بودم مثلا فلان کارم میکردم، یا مثلا اگر پسر باشه سر کار میرفتم، یا اگر دختر باشه که مثلا همسن و سال تو بودم حالا مثلا آشپزی را بلد بودم، یا هر چیز دیگه ای که احساس میکنن که باید در پیشگاه مقایسه قرار بگیره. فکر میکنم که این عادلانه نیست، چون ما با نسل آگاهتر، با هنجارهای متفاوتتر و برداشتهای متفاوت از ارزشهای جامعه روبرو هستیم و این آگاهی میتونه خیلی به ما کمک کنه در نوع رفتار ما با نسل نو و جوانان ما. همینجا تعریف بکنیم که نسل چیست. یعنی ما نسل به کی میگیم؟ نسل یعنی مجموعه از افراد، جمع از افراد هستند که اینها تقریبا نسبت به زمان تولدشان نزدیک است. اینها مثلا در یک دهه قرار گرفتن. بله. چون اینها در یک دهه مثلا متولد شدن، خصوصیات مشترک هم دارن. آگاهی هایی که اونها دارن هم
مشترک هست. بله. تجاربه که هم دارن، رفتارهایی هم که میکنن مشترک است. به عنوان مثال، مثلا کسی که در دهه 70 شمسی قرار گرفتن، خب در گذشته توصیه میشد که این افراد مثلا اگر میخواین با هم ازدواج بکنن، خوب است که در یک دهه باشن. بله. یا اگر مثلا انسان یک شغل را انتخاب میکنه که همکارای او چی افراد باشن، خوب است که اینها هم سن و سال باشن. دقیقا. چرا که رابطه اینها بهتر است، چرا که ویژگی های خلقی مشترک با هم دارن نسبت به اون پیشامت هایی که در جامعه است، آگاهی هایی که دارن هم مشابه به هم هست. پس نسل وقتی میگیم منظور ما این است. اما اگر از تفاوت نسل ها صحبت میکنیم، چون جامعه عرض شد که داره پیشرفت میکنه، اطلاعات سری داره پیشرفت میکنه و انسان داره به تکامل میرسه، خب اگر این نسل در این زمان هست، قطعاً آگاهی های او، ویژگی های او، رفتار او، تجربه هایی که کسب میکنه متفاوت با نسل قبل خودش هست. پس این تفاوت را ما یک فرصت میدانیم. ما از این نگوییم که یک چالش است. اگر با عنوان تفاوت صحبت میکنیم، میخواییم از این استفاده خوب داشته باشیم. خب امروز که اگر ما میخواییم نسل نو را بررسی قرار، مورد بررسی قرار بدیم، در همه خانواده ها هست. چی افراد هستن بگیم به نسل نو؟ از او تعبیر میکنیم که نام های دیگر هم دارد، مثلا میگن نسل زد، نسل اینترنت، نسل دیجیتال، و همینطور داره رشد میکنن به نسل آلفا میرسن. خب این افراد که جوان هستن، بله، یا نوجوان هستن، کسانی که در دهه 1375 تقریبا تا دهه 90، بله، خب از این افراد ما در خانواده های ما داریم. بله. فرزندان ما هستن یا برادرها و خواهرای ما، خواهرزاده، برادرزاده، یا کسانی که در جامعه به نوع به عنوان معلم، استاد، ما با آنها روبرو هستن رو هستیم. تعامل دارم. تعامل داریم. فتحی اجازه بدین که یک فاصله کوتاه بگیریم. بینندگان عزیز، با ادامه بحث در خدمت شما خواهیم بود بعد از یک وقفه کوتاه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب بینندگان عالی قدر، با ادامه برنامه روشنا در خدمت شما هستیم. راجع به تفاوت نسل ها و شناخت نسل ها صحبت میکنیم و خانم فتحی کارشناس محترم برنامه با ما هستند. ضمن این که یک بار دیگه یادآوری کنم که منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات سازنده شما هستیم. میتونیم با شما تماس برنامه که زیرنویس میشه با ما در ارتباط باشه. برگردیم به ادامه بحث. خانم فتحی بزرگوار، راجع به این صحبت میکردیم که چی نسلی را و چه گروه سنی را ما نسل نو میگیم. ادامه بده. نسل نو دارای ویژگی هایی هست که ما انشالله در جلسات بعد پیرامون رو صحبت میکنیم. همینقدر بدانیم که این نسل یکی از ویژگی هایش این است که خلاقیت زیاد دارن، نو آور هستن، ارتباط زیاد با فضاهای مجازی دارن. اگر ما در خانواده ها میبینیم جوانهای ما دوست دارن که بیشتر با گوشی خودشان، با لپتاپ خودشان، با آیپد خودشان مشغول باشن.
این یکی از خصوصیت های اونهاست، اما ما به عنوان والد، به عنوان بزرگتر میتونیم مدیریت بکنیم، این تفاوت را درک بکنیم که اونها دوست دارن این نوع ارتباطات را. خب ما گفتیم که تفاوت وقت صحبت میکنیم تفاوت به معنای بد نیست، ما میتونیم این تفاوت را به فرصت تبدیل بکنیم. خداوند متعال هم این را در مورد انسان در سوره نوح آیه 14 تأیید میکنه که انسان ها در سطوح مختلف با هم متفاوتند. آنجایی که میفرماید وقت خلقکم اطوارا، وقتی به تفاصیل مراجعه میکنیم خب میگه وقت انسان را شما در نظر بگیرید، یک نطفه بودن، بعد علقه شده، مزغه شده و همینطور تکامل پیدا میکنه به انسان. انسان وقت میشه در همه ابعاد وجودی او رشد ما مشاهده میکنیم. دقیقا جسم او رشد میکنه. این انسان مثلا به دو نوع جنس زن و مرد تقسیم میشه. به لحاظ ظاهری مثلا تفاوتهایی دارن، به لحاظ اجتماعی از یک طبقه هستن، مثلا از یک نژاد هستن. درست است، میبینیم تفاوتهای است. به همین نسبت ویژگی های روحی و اخلاقی افراد هم متفاوت است. بله. پس ما تنها تفاوت نسل ها مد نظر نیست. بله. شما ببینید یکی از عوامل این تفاوت میتونه تفاوت نسلی باشد. تفاوت اخلاقی هم وجود دارد. تفاوت بله. شناختی هم وجود دارد. پس بله. چیز بده نیست. و این نکته هم همینجا عرض بکنم که وقتی ما میگیم نسل نو یا نامهای دیگری که ذکر شد، فقط به این نسل اطلاق نشده، یعنی نسل های قبل تر از ما هم نام های برای اونها بوده است بر اساس ویژگی های اونها داشتن. ابتداعا در کشور آمریکا این نامگذاری صورت گرفت، بعد کشورهای دیگر هر نسل خودش را به همین صورت نامگذاری کردند. مثلا اولین نسل که اگر بررسی بکنیم نامشان چیز بود چی هست، ببینیم که میگن بزرگترین نسل. اینها کسانی هستن که بزرگترین جامعه اون زمان را داشتن. اینها کسانی هستن که در جنگ جهانی مثلا اول حضور داشتن. یا نسل بعد از اونها را میگن نسل مثلا خاموش، که اینها ویژگی های مثلا داشتن، منظم بودن، آرامش داشتن، تلاش و کوشش داشتن. چرا اینها آرام بودن؟ سکوت اینها بیشتر بوده، حتی در مقابل دولت ها هم اینها سکوت میکردن، اعتراض نمیکردن. پس میبینیم این نسل هم نام بر خودش داشته بر اساس همون ویژگی هایی که بر اونها گفته شده است. بله. یا نسل بی یا انفجار جمعیت، که اینجا در اینجا جنگ اول و دوم جهانی تمام شده، جوامع به یک اقتصاد، به یک امنیت و به یک رفاه خوب رسیده و اینجاست که گسترش پیدا کرده دوباره نسل بشر. نه. باز ویژگی این نسل این بوده که تلاش و سخت کوش بودن. دقیقا. مثلا یکی از این افراد همین بیل گیتس است که میبینیم در این نسل قرار داره و یکی از ثروتمندترین فرد است و ویژگی او باعث شده که او به این ثروت برسد، چون تلاش کرده. و اینها در مورد زندگی هم بسیار انسانهایی بودن که شوق و ذوق زندگی در آنها بوده، یعنی انسانهای بسیار امیدوار بودن. پس میبینیم که همینطور میاییم میبینیم نسلها نامهای دیگر هم داشتن، مثلا نسل ایکس، نسل مثلا وای. و امروزه به این نسل اگر میگن نسل مثلا زد یا نسل اینترنت، به خاطر این است که همه جوامع یک نامگذاری برای نسل ها داشتن و ما میخواییم بگیم که امروز نسل نسل نو هست و این نسل چون با ابزارهای دیجیتال و تکنولوژی بیشتر سرکار دارند و این نام ما اونها را میخوانیم و اینها خصوصیات دارن. پس بنابراین چون اینها این خصوصیات دارن، متفاوت از کسان هستن که پدرهای اونها هستن در نسل قبل قرار گرفتن.
کسانی هستند که با پدر بزرگها و مادر بزرگهای خودشان متفاوت هستند. بله. همین تفاوت باعث یک سری شاید بگویم شکاف‌ها و اختلاف نظرها صورت میگیرن. اما خانم فتی، این اختلاف نظرها و شکاف‌ها را همون هم که شما گفتین باید به عنوان فرصت تلقی کنیم در خانواده، نه که به عنوان یک چالش. فکر میکنم چقدر خوب است که حالا اگر پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگی در خانواده های وجود دارن که هنوز با تکنولوژی و اطلاعات و همین فضای مجازی که به شدت جوانان علاقمند و وابسته به او هستند، چقدر خوب است که آگاهی پیدا کنن نسبت به او و همگام بشن با جوانان در این زمینه، ببینن که علاقمندی اونها به چی دلیل هست و همون هم که شما گفتین میتونیم از این طریق مدیریت هم بکنیم جوانان خود، که زیاد حالا وابستگی بیش از حد به این موضوع هم خودش باز یک چالش بزرگ میتونه باشه. پس از این نظر میتونیم فرصت تلقی کنه برای پیشرفت و آگاهی خودمان به عنوان پدر و مادر و این شکاف را یک رقم پر بکنیم که نسل نو و فرزند من دیگه او اختلاف نظر با من نداشته باشه. چی بسا مواردی که حالا پدر و مادر به خاطر تجربه‌ای که دارن یک صحبتی را با نوجوان یا جوان خود دارن، اما به دلیل این که او صحبت اونها با تکنولوژی و معیارهای روز عیار نیست، میتونم بگم حالا عیار نیست و متناسب با او صحبت ها نیست، جوان اون را نمیپذیره. چقدر خوب است که ما این را یاد بگیریم. این ترفند است، فکر میکنم یک ترفند است که من نکات اخلاقی و ارزش های خود را که قرار است به طفل و فرزند خود انتقال بدم، از ترفند همه اطلاعات روز و مجازی استفاده کنم که فرزند من به او علاقمند است. بله، ما در راهکارها انشالله مفصل پیرامون این صحبت خواهیم کرد و چون شما فرمودید من هم چند نکته اینجا عرض میکنم که ما تفاوت را اگر آسیب بدانیم خب باعث دوری ما از نسل میشه. دقیقا. و ما نمیتوانیم با جوانهای ما مرتبط بشیم. خب چی کار بکنیم؟ چی راهکاری هست؟ یا راهکارهایی وجود داره که ما با جوان ما نزدیک بشیم؟ چی در خانواده، چی در جامعه با شاگردهایی که ما داریم؟ خب اینا همگی جوان هستن. بله. یکیش همین است که ما خود ما را مجهز به علم که او دارد بکنیم. دقیقا. و اگر از جوان هم یاد بگیریم، این رابطه دو سویه است، یاد گرفتن و هیچ از ارزش من با عنوان بزرگتر کلانتر کم نمی کنه که اگر علم او، که امروزه او علمش بیشتر، به خاطر چی؟ به خاطر این که او زمانی که متولد شده با همین ابزارها بزرگ شده و رشد کرده، اما وقتی من متولد شدم این ابزارها یا نبوده یا کمتر بودن. پس راهکار دوم این است که ما از طریق صحبت کردن، ما البته خانواده ما الحمدلله همچنان سنتی هستیم، صحبت میکنیم یک در مورد موضوعات مختلف، اما امروزه بسیار بین خانواده ها گفتگو کم شده متاسفانه. اگر قبلا میفتن 2 ساعت یا 1 ساعت خانواده در کنار هم بودن گپ میزدن پیرامون نیازها، دغدغه ها، گرفتاری ها یا خوشی هایی که دارن، مسائل مختلف خانواده است. بله. امروزه این موضوع میگن به 17 دقیقه رسیده یا حتی کمتر، اینه نمی جوان رغبت نمی کنه یا ما وقت نداریم که با هم بشینیم صحبت بکنیم. پس میتونیم مدیریت بکنیم، این اختلاف را کم بکنیم. بچیل تاکتیک یا روش، با روش صحبت کردن. بله، یک زمان را بگذاریم با هم گپ بزنیم. تشکر از شما. بریم یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم. Oh,
به ادامه برنامه روشنا خوش آمدین. در بخش های گذشته راجع به نسل نو، تعریف نسل نو صحبت کردیم و اینکه این شکاف ها و اختلاف نظرها بین والدین و فرزندان و یا معلمان و شاگردان را چطور میتونیم حل بکنیم از طریق آگاهی به علم روز. و در این بخش قصد داریم که با خانم فتحی راجع به مزیت های آشنایی با نسل نو صحبت کنیم. خانم فتحی، گفتیم که نسل نو خب حالا شناختیم با توجه به تعریفی که شما داشتین، حالا ببینیم که چه اهمیتی داره این شناخت و چه دستاوردهایی رو میتونه برای من پدر و مادر یا برای من بزرگتر در ارتباط من با جوانان داشته باشه. هدف از این مباحث این است که ما شناخت پیدا بکنیم. بله. وقتی شناخت پیدا کردیم بتونیم رابطه خوب با نسل جدید داشته باشیم و از همدیگه به نوعی بتونیم استفاده مفید داشته باشیم. یعنی ارتباط مؤثر باشد. خب اولین مزیتش همین است که ما میتوانیم ارتباط خوب با هم داشته باشیم. بله. همون گفتگویی که عرض کردیم، خانواده ها امروز بسیار کم با هم صحبت میکنن، حالا یا به دلیل اینکه شناخت از هم دیگر ندارن، وقتی میخواین صحبت بکنن اینجا اختلاف نظر پیش میاد، درگیری، نزاع، و خب ترجیح میدن جوان یا والدین که دیگه با هم دیگه صحبت نکنن. پس شناخت این زمینه رو بر ما فراهم میکنه که ما ارتباط بهتر با اینها داشته باشیم. اگر ما جوان ما رو بشناسیم، خلقیات و ویژگی ها و افکار اونها بدانیم، قطعا با اون میتوانیم ارتباط بگیریم، برقرار کنیم. یک ارتباط دوستانه هم میتونیم داشته باشیم و این ارتباط مؤثر باشد. و دیگر این که به درک مشترک میرسیم. بله. یعنی من میتوانم فضای ذهنی جوان را درک بکنم. بله. او را به خاطر این که علاقه دارد که کارهای خودش را با موبایل خودش، با گوشی خودش انجام بده، سرزنشش نکنم. شاید من فیزیکی کارها را انجام بدم راحت ترم، دوست دارم، یعنی جز ویژگی های اخلاقی من والد هست. مثلا یک کار بیرون از خانه دارم، خارج میشم و میخوایم او کار را فیزیکن انجام بدم. مثلا کار بانکی دارم، برم بانک کارم انجام بدم. اما این جوان چون به علم روز مجهز است و آگاه است، تکنولوژی در دستش است، میتونه همون کاری که من در بیرون از خانه انجام دادم با وقت کمتر همراه با گوشی خودش انجام گوشی بده. خودش انجام بده. پس اگر من بتونم درک بکنم که این جوان فضای ذهنیش به این صورت است، پیشرفت که او کرده من ندارم و او ارتباط فیزیکی را شاید کمتر ترجیح بده که فیزیکن این کار انجام بده، جز ویژگی های او هست، بس ما او را سرزنش نمی کنم که چرا مثلا 24 ساعت سر شما مثلا در گوشیست. در حالی که میتونیم مدیریت بکنیم و زمانهای مفید را که او میتوان از این موبایل یا از این لپتاپ یا از هر ابزار دیگر استفاده کنه، بهش در اختیارش قرار بدیم بدون که اختلاف با او داشته باشیم. پس ببین، شناخت ما را به یک درک متقابل میتونه برسانه. و سیومین اثرش این است که نسبت به نیازهای همدیگر آگاهی پیدا میکنیم. ببینیم امروز جوان ما چی دغدغه هایی دارد. بله. آیا اگر این دغدغه هایی که او دارد در راستای رشد او هست، در راستای منفعت خانواده و جامعه است، خب او رو کمک بکنیم. بله. شاید باز هم اشکالی که بر این نسل گرفته میشه این است که اینها مثلا بسیار به امور که به آسایش زندگی کمک میکنن علاقمند هستند. راحت طلب تر هستند. خب دغدغه او رو بشناسیم، نیازش رو بشناسیم، باش وقت فضای او را درک کردیم میتونیم راحت گفتگو بکنیم. اگر حقیقتاً اون آسایشی که او میخواهد شده نیست، بله، او را کمک بکنیم در این مسیر، وگر نیست میتونیم با منطق، با صحبت کردن او را مجاب بکنیم که متاسفانه
گاهن جوانهای ما میبینیم آرامش خودشان را دارن کم کم از دست میدهن. چرا که فضای مجازی علاوه بر اینکه به اونها اطلاعات زیاد میده، خب آرزوهای اونها را بیشتر کرده است. دقیقا بله. و آرمانگرا شدن زیاد بله. جوانان بله. آیا مثلا جوانی که در سن 20 سالگی است یا کمتر یا بیشتر میتونه اون نیازها را در این بازده سنی داشته باشد؟ شاید برخی از نیازها حقیقتا اقتضای سن اوست که باید داشته باشد. دقیقا. اما بعضی از نیازها زمان بر است. با گفتگو میتونیم این را حل بکنیم. پس ببینید که شناخت بر ما چه زمینه های وسیع را پیشرفت ایجاد میکنه که باعث پیشرفت هم جوان ما بشه و هم ما، و در قبل این شناخت ما بتونیم با هم دیگر تعامل داشته باشیم. دقیقا. خانم فتحی اشاره کردیم به گفتگو داشتن، مسئله که من فکر میکنم بسیار مشکل هست بین پدر مادرها و جوانان و نوجوانان، نمیپذیرن براحتی ای گفتگو را. ما چطور میتونیم یک گفتگوی موفق داشته باشیم به عنوان پدر مادر با جوانان خود که حالا مورد پذیرش اونها واقع بشه و حالا قبول کنن او بحثه که بله درست است و شما میگین جوانان ما به دلیل اینکه حالا آشنایی ندارن پدر مادرها با علم روز، فکر میکنن که شاید صحبت های اون هم قابل پذیرش نیست و کهنه شده، در حالی که اینطور نیست. یک تجربه بسیار خوب است. این گفتگوی موفق از چه راههایی میتونیم با جوان خود داشته باشیم که مورد پذیرشش باشه؟ ما باید خود ما را به پای جوان ها برسانیم. بله. یعنی اونها با سرعت دارن پیشرفت میکنن، چون با یک کلید کردن روی یک دکمه انبوه از اطلاعات را به هر صورت میگیرن، یا شنیداری یا دیداری یا از طریق مطالعه کردن. ما هستیم که از اونها عقبتر ماندیم. خب ما میتونیم به همین سرعت ما بیفزاییم. یکی از اینها یاد گرفتن نوع ارتباط با نسل روز است. بله. که ما بدانیم که نسل امروز چه نوع ارتباط را میپذیرد که راحتتر با او وارد گفتگو شیم. خب ما قبلا در خانواده های سنتی زندگی میکردیم و امروز هم جامعه ما جامعه سنتی است. ارتباط نزدیک به هم را، فیزیکی را بیشتر دوست دارن، ترجیح میدن. یعنی شما ببینین که در خانواده ها ارتباطات رو در رو زیاد است. شاید بگین که ما بعد از ظهر میریم مثلا خانه فلان کس چای خوردن، مثلا این هفته میریم کدام جایی، برنامه ریزی دارن که دیدارها به چه صورت بگیره، به صورت فیزیکی. اما جوان امروز علاوه بر این که ارتباطهای مجازی را دوست داره، خب جوان است، گوشه نشین میشه. بله. سعی میکنه که از جمع اجتماع دور بشه. بله، اجتماع و دوستان خانواده ها کناره بگیره. خب من والد این نو گوشه نشینی او را یا ارتباط بیشتر او را با فضای مجازی چگونه میتونم مدیریت بکنم؟ خب عرض کردیم باید وارد فضای ذهنی او بشیم، او را درک بکنیم، اون نیازش و اقتضای سنش ای را ایجاد کرده که این نوع ارتباط را دوست داشته باشه. خب اگر او فیزیکی دوست ندارد که هر هفته مثلا به خانه یکی از آشناها و دوستان سر بزنه، خب او را سعی بکنیم که با همین فضاهای مجازی مرتبط با دوستان بکنیم. مثلا گروه خانوادگی تشکیل بدیم. بله. و سعی کنیم از احوال دیگر در اون گروه آگاه بشیم، مخبر باشیم. بله. اما به جوان گفته بشود که ما معیارهایی در خانواده داریم که مثلا ماه یک بار، مثلا چند روز یک بار باید فیزیکن همدیگر رو ببینیم. بله. پس میبینیم گور از فضای مجازی هم دور نکردیم، همراهیش کردیم که مثلا در جمع خانواده میتونی باشی اما مجازن. و ارزش ما به عنوان یک مسلمان که صله رحم داشته باشیم این است که فیزیکن هم حضوران هم باید سر بزنیم به دوستان و اقوام ما. بله. پس نوع ارتباط و اهمیت این که با جوان چگونه مرتبط بشیم هم بسیار اهمیت داره. بله. که ما به عنوان در اون را باید یاد بگیریم. بله، دقیقا. اگر
به گذشته برگردیم میبینیم که دو دقیقه فرصت دارم خواهم بزرگترهای ما یک کم از موضع بالاتر صحبت میکردن، اما امروزه باید با جوانها با زبان نرم و ملایم صحبت کردن، در عین این که این خصوصیت در این نسل هست این است که منطقی هستن. یعنی اگر شما از در منطق با آنها صحبت بکنین، اونها براحتی میتوانن حرف ما را بپذیرن، نه اینکه ما خود ما را بالاتر از اونها تلقی بکنیم و از یک موضع بالا با اونها صحبت بکنیم. پس بنابراین بسیار مهم است که ما نسل جوان را بشناسیم، نسبت به ارزش هایی که او دارد و خلقیات که او دارد احترام بگذاریم، و ما به عنوان کسانی که شاید از این گذر زمانی کم عقبتر هستیم، ما خود ما را به جوان ها نزدیک بکنیم که بتوانیم نسبت به ارزش های ما، باورهای ما تعامل داشته باشیم و یک خانواده امن و آرام در کنار هم داشته باشیم. ممنونیم از شما که تشریف آوردین به برنامه و با ما صحبت‌های بسیار خوبی داشتین و همچنین از همراهی شما بزرگواران. قرار است دوشنبه‌های آینده هم راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم. خانم فتی با ما خواهید بود و با هم مهربان باشیم. پیروز و سرفراز باشید و خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.